من حدودا 3 سال دارم توی یوتیوب کار میکنم و اتاق خیلی از یوتیوبرها رو استریم رفتم، اما تا الان هیچ کس توی اتاق من نیومده و نمیدونه چه وسایلی دارم. امروز میخوام عجیب ترین وسایلی که دارم با پشت پرده یوتیوبرها بهتون نشون بدم. دیگه وقت داریم درود خدا بر شما. پس از 3 سال خوش اومدیم به اولین روم تور چنل مهدی پس. امروز میخوام بهتون نشون بدم چیزای عجیبی که توی اتاقم دارم. مثلا اینجا چرا قوره و این سیم ها روی زمین ریخته و اینجا چرا این سرا اینجا گذاشته شده، یا اینکه چرا بجز در ورودی 2 تا در دیگه توی این اتاق هست. علاوه بر اون میخوام بهتون نشون بدم که در طول روز چه کارهایی انجام میدم و روند زندگیم توی این اتاق چه جوریه. آقا از اینجا شروع میکنیم. اینجا کلا دکوریه که من درست کردم واسه اینجا و هر کدومشون رو از دیجیکالا سفارش دادم، یعنی از این قفسه ناکو این 6 تاییه از هر کدوم 3 تا گرفتم و خیلی هم دردسر داشت و حالا گفتم آقا مثلا اینا پایینن زیرشون نیست تلویزیون گذاشتیم و اینا چیزای مختلف اینجا داریم، کارت هالند، کاپ، اما این FC24 با اون این فوتباله اینا رو خودم کاستومایز شده دادم ساختن و یه چیزیه که من خودم تا حالا ندیده بودم کسی بسازتشون و کلا دردسر زیاد داشت. کارت امباپه رو اینجا داریم، کارت هالند رو داریم و اینجا یه سری چیزای دیگه هم داریم. من تا اینجا که پشت سرم رو هنوز همچنان فکر نکردم که چی بذارم چی نذارم، اینه که یه مقدار خالیه. ولی جلوتر که شما بیای اینجا 2 تا سورپرایز خفن داریم. برای اولین بار توی ایران شما کارت لیونل مسی ای فوتبال رو برای اولین باره که دارین اینجوری با این کیفیت دست من می‌بینین. یعنی ما داشتیم مثلا FC24 رو بسازن مثل هالند و فلان و بیسار امباپه و چیزای دیگر رو، اما تا الان هیچ جا شما ندیدین که کارت ای فوتبال رو بسازن و اینجوری با این حجم میگن ابعاد به شما نشون بدن. این یه دونشه و این هم کارت رونالدوش. کارت رونالدو شما فقط کیفیتش رو نگاه بکن، فیلمبردار از جلو نشون بده اینا رو چه کیفیتی داره. فقط کارت رونالدو 101 و 105 لیونل مسی، دوتا از بهترین کارت های ای فوتبال. و چیزیه که متاسفانه اینو نگفتم که یعنی مثلا ساخته میشه شما هم بریم بخریم، این فقط چیزی بود که دادم ساختم و دیگه ساختم نمیشه. کارتاشون اصلا گرافیک ساخت جدا. این از این. خب اینجا توپ های زیادی رو میبینیم. 3 تا توپ اینجا داریم. میدونه یعنی این توپه که حالا فیک جام جهانیه. اینجا هم ما فیک لیگ جزیره رو داریم. من نمیدونم چرا حالا اصلا مثل باد میمونه. این چه توپی؟ و اما سرسبد توپ های این بکگراند، توپی که من حالا برش میدارم چون به هم میریزه، توپ تمرین مثل این که چمپیونز لیگ فصل پیشه که خدایی خیلی قشنگه، یعنی گل سرخ روش کار شده و این توپ با دوخته و از خارج واسه من فرستاده شده. یعنی این توپ فکر کنم الان نزدیک 10 تومن پولش باشه. جدی دارم میگم اینو. و خیلی کلا من آدمی ام که علاقه دارم به اینکه توپ جمع کنم. توپ فوتبال خیلی دوست دارم. یعنی اگه شما یه توپ فوتبال من کادو بدی خیلی خوشحال میشم. این پایینم این کیمدیایی که گرفته بودیم رو گذاشتیم. اون پایینش هم یه سری چیزای دیگه گذاشتیم واسه دکور. حالا یه سری چیزاشم هنوز خالیه البته. این پایینم میرسیم به این کارت ها که این کارت ها داستان داره که 100% شما وقتی دارین این ویدیو رو میبینید هنوز ویدیوی اینها نیومده، ولی منتظر یه ویدیوی خیلی خفن راجع به این کارت ها باشیم. من از نزدیک نشونشون نمیدم چون لو میره. من یه عمدتا چیز خاصی ندارم. اما میایم میرسیم به تجهیزات این طرف که خیلی خیلی مهمه. شما همیشه من رو از این دوربین میبینید، یعنی من هر وقت که میام اینجا میشینم شما من رو از این زاویه میبینید که این پایین گیم اجرا میشه و اون بالا هم OBS رو من گذاشتم که همزمان که دارم گیم رو رکورد میکنم خودم اونجا توی OBS رو میام، چون یه سری اوقات هنگ و اینا میکنه OBS یا مثلا امکان داره دوربین فریز بشه یا حالا اتفاقای دیگه بیفته، همزمان میتونم اینا رو ببینم. و فقط تنها باگی که داره من نمیدونم چرا تلویزیون رو انقدر اون گوشه زدم آقا یه فیلمبردار. بعد حالا چیزی که هست که مقدار رفته این پشت این، یه ذره دارم اذیت میشم که این رفته این پشت این نور. چرا انقدر گوشه دادم من اینو؟ ولش کن. صندلیه اگر اشتباه نکنم ریزر انکی یا اینکی، دقیقا نمیدونم مدلش، رو آقای ادیتور روی صفحه می نویسه. و این یک صندلیه که گفته بودن که آقا مثلا اینکه 2 سال از بهترین صندلی ها شد دیگه، حالا اینجوری هم میشه. شاید واسه تون خیلی سوال بشه که چرا اینقدر میز خلوته، چرا اینقدر مثلا سیما کوشن. اصلا این میز که یه میز خیلی ساده ایه که مثلا یه دونه چوبه و 4 تا پایه داره. این داستان داره.
شما بذار من اولین جا رو بگم، اینا رو رو نمی کنم بهتون و اینجا مهمترین چیزیه که پشت پرده داستان منه و شاید آخر ویدیو بهتون میگم. این یه میکروفون SM7 شوره که یکی از بهترین میکروفونای حال حاضر دنیاست که اینم یه دوست عزیزی واسه من از حالا دبی گرفت و حالا بمونه. و اما میرسیم به خود کیس. اینجا ما کنترل های متنوع و مختلفی داریم که هر کدومشون اینجا یک کاری رو انجام میده. شما اصلا میای داکا این کنترل میگی که آخه این یه کنترل میتونه یه کار انجام بده، در صورتی که نگاه کن اون بر خاموش میشه. با همین کنترل یک رو میزنی، خدا نگه، با یک کنترل همه اینها بیشتر همه شون روشن میشه. به همین سادگی یک کنترل کار خاصی نمیخوایم بکنیم. که شاید حالا واسه سوال بشه که بقیه کنترل ها چیکار میکنه. این کنترل شما وقتی این رو میزنی، یه دونه میزنی کلا دوتاشون خاموش میشه، یه دونه میزنی دوتاشون روشن میشه. و بقیه کنترل ها هم که دیگه معلومه دیگه. میرسیم سراغ سیستم Z5. سورنا Z5 یک کیس ایرانیه که حالا کیس خیلی حجیمی هم البته نیست، یعنی کیس خیلی جاداری هم نیست. RTX 3050 داره، نمیدونم i5 نمیدونم فلان چیز داره. دقیقا اطلاعاتشو دارم رو صفحه واسهتون مینویسم که بدونین از چه چیزایی دارم استفاده میکنم. فقط یک آدم دیوانه میتونه واسه i5 خنک کننده یه مایه بگیره که من اون آدم دیوانه هم، که همون آدم دیوانه هم که میام 4 تا رم 16 میذارم روی این کیس که اصلا دوتاشون سه‌تاشون اصلا هیچ کار انجام نمیدن. بله میرسیم اینجا. اینجا ما یک کیبورد داریم که این کیبورد رو از داخل یک ویدیو بنده از یک آدم بسیار دوست داشتنی چاپیدم که شما این رو ویدیوش میاد و متوجه میشین که این کیبورد هر کی دید این روم تو رو میدونه که داستانش چیه. و اما چیز این مانیتور 32 اینچ کولر مستره که یه پنل خیلی خفن داره، من اسم پنلش رو یادم رفتش و یه واقعا 100 و فکر کنم 60 هرتز اگه اشتباه نکنم که آره. این دوربینم که دوربین آلفا 7 سی که الان ما این رو توسط آقای سوئیس سولوات تونستیم پیدا کنیم و خریداری شد. و اینم که آقای سامسونگ 40 اینچ 80 که البته نمیشد اینو به عنوان گیم استفاده کرد چون من پدرم در می اومد و داستان داره این. چون 80 واقعی نمی گیره. این از این. اما سیم ها زیر رو شما نشون بده، این زیر داستان سیم ها و مخفیگاه منه که شما دارین مشاهده میکنین. این کارت اگه اشتباه نکنم صدای این تقویت کننده صدای و اینجا کلا چیزهای بسیار زیادی داری اونور سرامه را دیگه بیشتر از این نشون نده، دیگه بیشتر از این نشون نده. بله حالا این یک قسمت از مخفیگاه بود، لول 3 شما لول 1 هم میرسون. و اما میرسیم اینجا. کلا من زمانایی که خسته میشم یا مثلا کاری ندارم، البته تو طول هفته خیلی کم پیش میاد که این اتفاق بیفته که من اصلا از این استفاده بکنم. این یه مبل تخت خواب شوه که هر وقت خواستم مثلا استراحت کنم یا حالا کارهای دیگه انجام بدم این باز میشه تا اینجا میاد و من روش میخوابم. حالا یه کارهای دیگه هم خواب. آره اما میرسیم به اینجا که اینم باز ما دادیم مثلا همون ای فوتبال و FC24 کلا ساخته شد و اینم از این. امیدوارم چیز قشنگ در اومده باشه کلا، ولی کار ریز زیاد داره هنوز دوستا. و اما چرا اینجا دو تا در هست؟ اون در خروجی میشه سه تا در، به خاطر اینکه اینجا سرویس شما از این میتونی استفاده بکنی. اما این در چی؟ شما رو دعوت میکنم به این اتاق فن بفر. ما الان اینجا هیچ کس نیومد، یکی دو نفر اومد. قبل از رکورد من میام اینجا یا حالا هر جایی که بخوام برم اینجا لباس هم انتخاب میکنم، لباس هم میگوشم. این آخرم همه لباس های ورزشی من، البته آرژانتین و بنفشه رو فعلا نداشتم، اینجا کثیف بوده. و لباس هر که موشیدیم ما برمیگردیم این سمت که ما برمیگردیم یه آینه آیسانی گذاشتیم قدی شما خودتون اینجا میبینیم، میتونی انواع سیس ها رو بگیری و اینجا من استوری های فراوان میخوام بگیرم. این پشت چقدر شبیه بازار منیریه داره میفته، خیلی لباسای ورزشی هست، رنگ و رنگی. چیز خاص دیگه دوستان اینجا نداره. میریم سراغ عجیب ترین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم و به نوعی پشت پرده یوتیوبرها حساب میشه که واقعا هم پشت پرده است، چون واقعا اون دستگاه پشت پرده است. میخوام بهتون نشون بدم اونجا رو شما نشون بده که دستگاه پشت پرده نه پشت پرده یوتیوبرها چیه. اینو واقعا نمیخواستم جدی نشون بدم چون اصلا همچین چیزی توی ایران نیستش، ولی میخوام بهتون نشون بدم که درگیریان باشین، شما هم یاد بگیرین، شاید به دردتون خود استفاده کردین واسه اوضاع اینترنت. اگر جای اینترنتتون بده، سه تا مودم رو هم دیگه است. بعد واسه تون سوال باشه بگین آقا آدم دیوانه میاد سه تا مودم رو هم میداره، اونم سه تا مودم سیم کارتی، مگه دیوونه ای تو؟ سه تا مودم سیم کارتی گذاشتی رو هم دیگه، موبایل و کامپیوتر میتونه به یکیش کانکت بشه، این چیه اون مثلا؟ این اینجا داستان داره.
شما سه تا مودم سیم کارتی اینجا ببین، نتش نت اینجا اشغاله. من هنوز فیبرم نرسیده، اصلا نمیدونم فیبرم چجوریه. اینجا شهرستان داشت فیبر مثلا خرازی بهت نمیده که مثلا 300 تا دانلود بهت بده. اسم نمیبرم حالا امثال این آدمایی که تو خرازی زندگی میکنن فیبر 300 تا دانلود و 300 تا آپلود دارن، کاری به اینا نداری. اینجا اینترنت داغونه حاجی. و اینکه ما سه تا مودم سیم کارتی گذاشتیم، هر کدومشون سرعت خیلی کمی میده. اما این دستگاه، دستگاه تیپی لینک، به این دستگاه میگن دوستان لود بالانسر، که اونایی که توی داستان شبکه و اینا هستن فقط میدونن این دستگاه چیه. و این دستگاه توی ایران پیدا نشد که من میگم خیلی خیلی کمه که اصلا شما پیدا نمیکنید. و این دستگاه واسه من از خارج فرستادن، از خارج سفارش دادم اومد. و این چیکار میکنه؟ شما مثلا بگیری همراه اول بذاری توی این مودم ایران سل بذاری، هر کاری که بکنی با کابل لن به این وصل میکنی و این کاری که میکنه اینترنت اینها رو تجمیع میکنه. یعنی مثلا اگر این 20 تا دانلود بده هر کدوم از مودما با هم دیگه جمع میشن میشن 60 تا دانلود و آپلودشون هم همینطور تجمیع میشه و با کابل لن میاد به سیستم وصل میشه از اون پشت، کابل لن نارنجیه. آقا گرفت دنبال چی داره میگردی دیگه؟ همینا بود دیگه آقا. اون یوتیوبرها استریمرایی که دارین میبینین که فیبر نوری ندارن اینجوری استریم میکنن، با این دستگاه استریم میکنن. که اینم خواستم به شما بگم، فقط اینکه هزینه زیادی داره، نرین این رو بگیرین. من همینجا دارم بهتون میگم داداش، تو داری همینجوری سیم کارت خودش گرونه. تو فکر کن سیم کارت واسه هر کدومشون بخوای 15 گیگ، خدا تومن میشه اون دستگاهش خودش 7 8 تومن کمترینه حالت ممکنش. نرین اینو بگیرین، به درتون نمیخوره، برین همون فیبر نوری بگیرین یا اشغاله. همین آقا، چیز دیگه ای نموند. امیدوارم که لذت برده باشین. همه اتفاقایی که داره میفته اینجا همین بود. و چیزی که هست، من فقط اینو نگفتم که اینم این نوری که این پشت گذاشته و نور گویه دیگه، همین. چیز خاص دیگه ای نداشت. و اینم بهتون میگم، بعد از 3 سال کار من توی یوتیوب، من به مثلا این اتاق رسیدم. همون اول این اتاق نبود، اون موقع من یه اتاق 12 متری 3x4 بود که من با داداشم هم دوتامون همونجا کارمون رو انجام میدادیم. یعنی هر کسی، یعنی اینی که شما دارین میبینین، همون اول اینجوری نبوده. پس شما هم 100% هر کسی که تلاش بکنه و بدونه که داره توی کدوم موضوع، توی چه حوزه‌ای فعالیت میکنه، 100% به اون چیزی که میخواد میرسه. اینو جدی دارم بهتون میگم. و اینکه ول کنین حرفا رو که میگه آقا نمیدونم ما هر چقدر تلاش کردیم نمیدونم به فلان چیز نرسیدیم، توی این مملکت نمیدونم هر چقدر تلاش کنی به هیچ چی نمیرسیده داش. اگه دارین ویدیو رو میبینی و همچین طرز فکری داری، هیچ کس نمیتونه بهت کمک کنه. میتونی این طرز فکر رو تا 100 سالگیت هم داشته باشی داداش، ولی همین وضعیتی که داری خیلی فرقی نمیکنه. چیزی که توی این دنیا هست، شما باید طرز فکرت رو عوض بکنی. اصلا مهم نیست مردم چی میگن، تو واسه خودت داری زندگی میکنی. طرز فکر تو اگه میخوای عوض بکنی، میرسی به اون چیزایی که میخوای. همین، دمتون گرم، امیدوارم لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.